دیگه نیازی نیست نگران باشین. خدا صداتون رو شنید. باباتون الان حالش خیلی خوبه. به زودی هم مرخص میشه. لحظه اینجا بشینه. شما میدونین دکتر چی گفته؟ چرا داداش دچار حمله قلبی شده؟ قبلانم فشار خون بالا داشته و حالا اینطوری شده. با اون بلایی که شما دوتا به سرش آوردین معلومه که دچار حمله قلبی هم میشه. میخواین به این تهمت بزنین؟ این تهمت نیست، واقعیته. نسیمه، من واقعا متاسفم که تو مسبب این کاری. یعنی تو هم یه آدم درو از آب در اومدی. در ظاهر خوب ولی در باطن یه زن حسود شدی. سعیدو، چی دارین میگین؟ شما در موردم اشتباه فکر میکنین، براتون سوء تفاهم شده. من چطور میتونم این کارو بکنم؟ من هر کاری کردم به خاطر خود ویدا بوده. تو اگه ویدا رو خیلی دوست داشتی آیندهشو تو خونه خودت می ساختی، بیرون دنبال شوهر نبودی براش. ها در ضمن نسیمه، از خانوادم فقط همین داداشم برام مونده و بس. من نمیتونم اونو به خاطر این جور مسائل از دست بدم. ولی من مجبور بودم. من هر کاری کردم به خاطر محبتم نسبت به دخترم بوده. شما ناراحتی دخترتون رو نمیبینین؟ اونم از دیشب ناراحته. با این وضع باردارش اگه چیزیش بشه چی؟ شما نگران اون نیستین؟ با فراز حرف زدم، همه چیزو به هم گفت. اون به هم گفت که مشکلی نیست. در ضمن به هم گفت زنموش و مزمل آدمهای خیلی روشن فکری هستن، جای نگرانی نیست. راستی اون با پرواز فردا صبح برمیگرده. حالا مون مسئله فریه. تو میدونی که اون خیلی برام عزیزه، خیلی. اون دختر منه، متوجه شدی؟ من میرم فعلا. دکتر دانیال، آزمایشه بابام که مشکلی نداره. اونطور که شما برای سلامتی باباتون دعا می کردین، مگه میشه مشکلی باشه؟ نتایج آزمایشه باباتون کاملا خوبه. درمانش فقط اینه که شما باید اونو خوشحال نگه دارین و از هر گونه استرس و نگرانی باید دور باش، متوجه این؟ و در کنار دعا، داروهاش هم به موقع بدین. باشه حتما. انشالله خیلی زود خوب میشه. انشالله. دارین چی کار میکنین؟ خانم جان، میخوام واسه مراسم عقد یه چند نفری رو دعوت کنم که شامل فامیلا و دوستان میشه. اینا ببین، همینا رو باید دعوت کنیم. اینا که دیگه همه فامیلن. خب داداش سعید همین الانم همشون رو دعوت کرده. بالاخره فامیلامون یکی هستن، مگه نه؟ شما فقط دوستاتو دعوت کن، بگیرین. زینب، داداش سعید از طرف خودش دعوت میکنه، ما هم وظیفه داریم که بهشون دعوت نامه بدیم. باشه، هر جور خودتون صلاح میدونین. اما من فکر میکنم داداش سعید همه یه کارا رو انجام داده. اون نمیذاره شما سهمی تو کارا داشته باشین. ای بابا، تو هم نشستی به چه حرفایی فکر میکنی؟ ببین، بین ما دوتا برادر اینجور مسائل کوچیک هیچ فرقی نداره. تو که اینو خیلی خوب میدونی. سلام علیکم، چطوری؟ علیکم السلام. بشین پسرم. ویدا کجاست؟ کارش دارم. پسرم، ویدا تو اتاقشه. قبل از مراسم عقد دیدن تو و ویدا خیلی مناسب نیست. ببین، به نظر من اگه یه چند روزی رو اینجا نیای شاید بهتر باشه.
ای بابا چرا؟ چرا دیگه اینجا نیاد؟ هر وقت دلش بخواد میتونه بیاد اینجا. اون که درسته، اما من فقط نمیخوام راجع به ویدا و سائم کسی حرفای بالا پایین بزنه و حرفی پشت سرشون باشه. بله بله زنمو، شما درست میگین. من از فردا نمیام. پسرم راحت باش، چایی بخور و برو.